شامگاه روز دوشنبه 16 شهریور در اردوگاه رشکه در مرز مجارستان و صربستان حدود 1000 پناهجو از جمله شمار زیادی زن و کودک سد پلیس را شکستند. در نهایت گروهی 100 تا 150 نفری از این پناهجویان با عبور از حصارهای فلزی خود را به اتوبان رساندند تا پیاده خود را به بوداپست پایتخت مجارستان برسانند. پلیس مجارستان پس از ناتوانی از کنترل پناهجویان مسیر حرکت آنان به سمت بوداپست را بر روی خودروها بست و اجازه داد پناهجویان پیاده به مسیر خود ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه پناهجویان برخلاف مسیر خودروها در حرکت بودند. به نظر می رسد این گروه هم قصد دارد در نهایت خود را به کشورهای غرب اروپا برساند. خبرگزاری ها روز جمعه 4 سپتامبر هم از درگیری پناهجویان و پلیس مجارستان در کمپ رشکه گزارش داده بودند. روز دوشنبه در طول روز هم بارها در این کمپ بین پناهجویان و نیروهای امنیتی درگیری ایجاد شد. به نوشته رویترز در جریان درگیری شامگاه دوشنبه پلیس مجارستان برای کنترل اوضاع از اسپری فلفل هم استفاده کرده است. بیشتر پناهجویانی که از جنوب شرقی اروپا از مسیر موسوم به مسیر بالکان قصد رسیدن به کشورهای غربی اروپا را دارند وارد رشکه می شوند. از یک ماه پیش هر روز هزاران پناهجو به این شهر کوچک می رسند. از ابتدای سال جاری میلادی 167 هزار پناهجو وارد مجارستان شدند. مجارستان از مدیریت موج جاری پناهندگان درمانده است. از سوی دیگر دولت دستراستی این کشور از ورود پناهجویان استقبال نمی کند. پارلمان مجارستان هم روز جمعه دولت را به برخورد شدیدتر با مهاجران غیرقانونی به این کشور موظف کرد. همسایگان مجارستان و نهادهای حقوق بشری بین المللی به برخورد خشن مجارستان با پناهجویان انتقاد می کنند. ساخت حصار فلزی 175 کیلومتری در مرز این کشور با صربستان از جمله موارد انتقاد به دولت نخست وزیر ویکتور اوربان بود. این حصار که ساخت آن 30 میلیون یورو هزینه برده عملا مانع بزرگی بر سر راه پناهجویان ایجاد نکرده است. اما همه اعضای کابینه اوربان هم با سیاست دولت همصدا نیستند. وزیر دفاع این کشور شامگاه دوشنبه و پس از جلسه شورای عالی امنیت ملی در این ارتباط از مقام خود استعفا کرد. حصار در مرز مجارستان صربستان موضوع این جلسه بود. به نوشته اشپیگل آنلاین ظاهراً نخست وزیر در این جلسه از عملکرد نیروهای امنیتی انتقاد کرده است. ارتش مجارستان که در ساخت حصار شرکت می کند به باور اوربان در کار خود سرعت لازم را به خرج نداده است. به اعتقاد اوربان افزون بر این حصار در بسیاری از نقاط استحکام لازم را ندارد. شامگاه روز دوشنبه در جزیره لسبوس یونان هم بین پناهجویان و نیروهای امنیتی درگیری رخ داد. پلیس و نیروهای امنیتی تلاش کردند در مواردی با باتوم پناهجویان را کنترل کنند. پناهجویانی که می‌خواستند خود را به کشتی برسانند که دولت یونان به محل اعزام کرده بود. دولت یونان برای بهبود شرایط در لسبوس شماری از پناهجویان را با کشتی از جزیره خارج خواهد کرد. گیانیس موسالاس وزیر مهاجرت یونان روز دوشنبه هشدار داد جزیره لسبوس در آستانه انفجار قرار دارد. به گفته او 15,000 پناهجو به جزیره ای آمدند که در مجموع 85,000 نفر جمعیت دارد و نهادهای محلی توان مدیریت اوضاع را ندارند. از ابتدای سال جاری میلادی حدود 230,000 پناهجو وارد یونان شدند. لسبوس در نزدیکی سواحل ترکیه قرار دارد و بسیاری از پناهجویان از ترکیه به این جزیره می آیند. همزمان دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز گذشته 16 شهریور در پارلمان این کشور وعده داد که در 5 سال آینده به 20,000 جنگ زده سوری پناه بدهد. این تعداد علاوه بر سهمیه ای است که بریتانیا در چارچوب برنامه فعلی سازمان ملل تعهد کرده است. نخست وزیر بریتانیا گفت در درنج مردم سوریه و کسانی که سعی می کنند خود را به اروپا برسانند قلب آدمی را به درد می آورد. آقای کامرون گفت که بریتانیا علاوه بر عمل به مسئولیت اخلاقی برای پناه دادن به آوارگانی که در اردوگاه‌های مرزی سکونت دارند، برای پایان دادن به بحران در سوریه هم تمام تلاش خود را خواهد کرد.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 16 شهریور در نشست شورای حکام آژانس گفت کارهای بسیاری تا پایان سال باید انجام شود تا آژانس بتواند پیش از پایان موعد تعیین شده با قاطعیت بگوید جمهوری اسلامی پیشتر در قالب برنامه هسته‌ای‌اش در صدد تولید تسلیحات هسته‌ای بوده است یا خیر. به گزارش خبرگزاری رویترز، جمهوری اسلامی ایران در کنار توافق جامع هسته‌ای با قدرت‌های جهانی که نزدیک به 2 ماه پیش حاصل شد، بر سر نقشه راهی با آژانس هم به توافق رسید که بر اساس آن مقام‌های تهران متعهد شدند اطلاعات کافی درباره پیشینه برنامه هسته‌ای خود را در اختیار آژانس قرار دهند تا این نهاد دیدبان سازمان ملل بتواند بر مبنای آن گزارش ویژه مرتبط با این موضوع را در ماه دسامبر منتشر کند. گزارش ویژه‌ای که در ماه دسامبر منتشر خواهد شد درباره ابعاد احتمالاً نظامی هسته‌ای ایران در گذشته خواهد بود، مسئله‌ای که در یک دهه گذشته همواره از مهمترین منابع ایجاد هراس و ابهام پیرامون بلند پروازی‌های هسته‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی بوده است. ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران بخش مهمی از توافق جامع ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای پایان دادن به یک دهه بحران بر سر پرونده هسته‌ای است. توافقی که هسته‌اش محدود کردن دامنه برنامه اتمی ایران در برابر رفع تحریم‌های فلج کننده جامعه جهانی علیه این کشور است. یوکی آمانو در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت ایران اسناد و توضیحات مکتوب مرتبط با موضوعات مهم و برجسته گذشته و حال را در تاریخ 24 مرداد به آژانس ارائه کرده است. به گفته او آژانس این اسناد را بررسی خواهد کرد و سپس در تاریخ 24 شهریور ماه سوالات تکمیلی را برای ایران ارسال خواهد کرد. آقای آمانو همچنین تاکید کرد که نسبت به پایان این مأموریت در مدت زمان تعیین شده هیچ نگرانی خاصی ندارد. به گفته او بررسی‌های آژانس بی‌طرفانه و مبتنی بر واقعیت‌ها خواهد بود و نتایج آن تا نیمه دسامبر منتشر خواهد شد. ایران به طور منظم در حال همکاری با این نهاد بین‌المللی است و به نظر همه چیز مهیای اجرای مفاد توافق جامع هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی است. سخنان یوکی آمانو همزمان با نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان شد که از روز دوشنبه 16 شهریور در وین پایتخت اتریش آغاز شد. در این نشست آخرین وضعیت برنامه هسته‌ای ایران بررسی می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود که 5 شهریور ماه منتشر شد با تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران در شرایط کنونی اعلام کرد در یکی از نقاط محوطه نظامی پارچین شاهد حضور خودروها، تجهیزات و احتمالاً وسایل ساخت و ساز بوده است. گزارشی که با واکنش رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روبرو شد و او آن را مضحک خواند و گفت ساخت و ساز در پارچین ربطی به آژانس ندارد. در تحولی دیگر، علی اکبر ولایتی مشاور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی از ضرورت ورود مجلس برای تصمیم گیری درباره برجام خبر داد و گفت مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی باید این معاهده را بررسی کند و این حق مجلس شورای اسلامی است. آقای ولایتی درباره تحریم‌ها هم گفت آمریکایی‌ها و متحدانشان که سرمنشأ این تحریم‌ها هستند باید تحریم‌ها را لغو کنند تا ما هم به تعهداتمان عمل کنیم و اگر قرار باشد ایران به تعهدات خود در مذاکرات وین عمل کند اما طرف مقابل به تعهداتش که لغو تحریم هاست عمل نکند این کار صورت نخواهد گرفت. در همین زمینه روز سه‌شنبه 17 شهریور ماه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای توضیح درباره توافق اتمی در نشست کمیسیون ویژه بررسی توافق اتمی در مجلس حضور یافتند. آقای شمخانی در این نشست تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی باید در خصوص برجام تصمیم گیری کند. همزمان سعید جلیلی مذاکره کننده پیشین اتمی ایران با انتقاد از توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی گفت با پذیرش برجام مذاکره کنندگان ایرانی حتی از حقوق تصریح شده در توافق ژنو هم عقب نشینی کردند.
دهها جنگنده ترکیه در نخستین ساعات روز سه‌شنبه 17 شهریور مواضع حزب کارگران کردستان PKK را در شمال عراق بمباران کردند. یک منبع امنیتی روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت در جریان این حملات دهها عضو PKK جان خود را از دست دادند. بر این اساس انبارهای آذوقه و زاغه‌های مهمات از جمله در بلندی‌های قندیل هدف حمله بودند. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه شمار جنگنده‌ها را بیش از 50 فروند، مدت زمان حمله را 6 ساعت و شمار قربانیان را 35 تا 40 نفر اعلام کرد. این حملات واکنش دولت ترکیه به کشته شدن 16 سرباز این کشور هستند. ارتش ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که 16 سرباز این کشور در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در استان حکاری در جنوب شرقی ترکیه جان خود را از دست دادند. PKK مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه در آنکارا در واکنش به کشته شدن 16 سرباز ترکیه گفته بود مناطق کوهستانی باید هر طور شده از وجود این تروریست ها پاکسازی شوند. روز سه‌شنبه اندکی پس از حمله جنگنده‌های ترکیه به شمال عراق، تلویزیون دولتی ترکیه خبر داد که در انفجار یک مینی‌بوس در استان یکدیر در شرق ترکیه 10 افسر پلیس این کشور کشته شدند. حمله‌ای که روز یکشنبه به کشته شدن 16 سرباز ترکیه منجر شد، خونین‌ترین حمله PKK از زمان پایان آتش‌بس این گروه با دولت ترکیه بوده است. آنکارا از روزهای پایانی ماه ژوئیه مواضع PKK در جنوب ترکیه و شمال عراق را زیر آتش گرفت. اندکی پیش از آن پلیس ترکیه در جریان عملیات ضد ترور حدود 600 نفر مظنون به عضویت در گروه تروریستی دولت اسلامی و حزب کارگران کردستان را دستگیر کرده بود. این عملیات گسترده پلیس واکنشی به حمله تروریستی شهر سوروچ بود. در پی حملات متقابل ترکیه و PKK، آتش‌بس دو ساله دو طرف شکسته شد. PKK از 30 سال پیش مسلحانه با دولت ترکیه مبارزه می‌کند. این درگیری‌ها بیش از 40,000 قربانی بر جای گذاشتند. آنکارا، اتحادیه اروپا و آمریکا PKK را سازمانی تروریستی می‌دانند. دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان در سال 2012 گفتگوهای صلح را آغاز کردند. در ادامه این گفتگوها و در بهار سال 2013 آتش‌بس میان دو طرف اعلام شد و قرار بر آن شد که مبارزان حزب کارگران کردستان از ترکیه خارج و در شمال عراق مستقر شوند. همزمان خبرگزاری جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 17 شهریور از درگیری سپاه با نیروهای پژاک خبر داد. ایرنا به نقل از حسین سیباتی اسک فرماندار خوی نوشت درگیری شامگاه دوشنبه در اطراف روستای بلسور در منطقه مرزی خوی رخ داده است. بر این اساس در این درگیری 2 عضو پژاک و 2 عضو سپاه کشته و 5 عضو پژاک و 2 نیروی سپاه زخمی شدند. روز نهم شهریور هم فرمانده سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه اعلام کرده بود در درگیری نیروهای سپاه با نیروهای به گفته او ضد انقلاب تعدادی از این افراد کشته و زخمی شدند. بهمن ریحانی گفته بود در این درگیری ها مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات نیز ضبط شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران هم همزمان به نقل از امیر شاه آبادی سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه نوشته بود که در درگیری های غرب کشور تعدادی از نیروهای گروه پژاک در استان کرمانشاه کشته و یا زخمی شدند. امیر شاه آبادی به آمار دقیق تلفات پژاک اشاره نکرده، اما گفته بود که در این درگیری سروان پاسدار عبدالحمید حسینی یکی از نیروهای قرارگاه شهید کاظمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شده است. ترکیه از 10 روز پیش مرز خود با ایران در کاپیکوی را بست. این نقطه مرزی ترکیه در مقابل مرز رازی در شهرستان خوی قرار دارد. ناامنی‌های شرق ترکیه علت تعطیلی مرز اعلام شد. همچنین مقام‌های ایرانی اواخر ماه مرداد در واکنش به حمله به کامیون ایرانی در ترکیه مرز بازرگان در آذربایجان غربی را بستند. روز گذشته آقای فرانسوا هولاند در کاخ الیزه به مدت 2 ساعت ششمین
کنفرانس مطبوعاتی خودش رو در دوران ریاست جمهوریش انجام داد. طبیعی بود که مسائل هم بین المللی و هم داخلی در مورد مسائل اقتصادی، مالیات و غیره باشه و از جمله مهمترین شاخص در حیطه خبرهای بین المللی مسئله سوریه و پناهندگان سوری. آقای اولان ضمن سخنان کوتاه خودش به چندین پرسش خبرنگاران پاسخ داد و در اینجا بود که وی اعلام کرد در 2 سال آینده حدود 24,000 پناهنده رو فرانسه استقبال خواهد کرد. او گفت که در خاورمیانه شمار فاجعه ها زیاد و گوناگون شده و اضافه کرد ما اگر چشممان را به روی تصاویر ببندیم به چه چیزی باز میکنیم؟ دست کم حداقل مرزهایمان را باز کنیم. در حیطه سیاسی نظامی آقای اولاند اعلام کرد که عملیات شناسایی هوایی در سوریه از همین سه‌شنبه آغاز خواهد شد. باید گفت که قبلا فرانسه در عملیات مشترک نظامی در عراق و ضربات به داعش شرکت داشت، ولی در مورد سوریه فقط به شناسایی خلاصه می شد. اطلاع دارید که روز شنبه فرانسویان در میدان جمهوری تظاهراتی حدود 10,000 نفر به نفع پناهندگان انجام دادند و در مورد پناه دادن به این پناهجویان در حومه‌های فقیرنشین عده‌ای از ساکنین در فرانسه اعتراض داشتند که چرا آنها فراموش شدند و یکی از شهرداران به آنها پاسخ داد که شما در مکان و مملکت امن زندگی می‌کنید، آنها جانشان در خطر است و در نتیجه انتخاب خیلی ساده و آسان است. در مورد واکنش‌ها به سخنان آقای اولاند باید گفت که از جمله آقای آلن ژوپه نخست وزیر، وزیر خارجه پیشین فرانسه و احتمال نامزدی ریاست جمهوری فرانسه برای سال 2017 گفت که او موافق واکنش در مورد سوریه است. یکی از تفسیرگران فرانسوی می گفت وقتی دشمن رو شناسایی کردید باید با او مقابله کنید. در این حال کلیساها و کنیساها در فرانسه واکنش نشان دادن و از مردم دعوت به همکاری کردن. حتی اسحاق هرزوگ یکی از مخالفان آقای نتانیاهو اعلام کرده است که اسرائیل باید مرزهای خود رو به روی پناهندگان باز کند. آقای اولاند میگوید که در 1 سال آینده اتحادیه اروپا در انتظار حضور 120,000 پناهنده خواهد بود و این امر چیزی است که در روزهای آینده تمام وجدانهای آزاد و بیدار باید از آن آگاه باشند. در خبری متفاوت نیز باید اشاره کرد که از همین امروز کنفرانسی در وزارت خارجه با حضور 60 دولت 15 بنیاد بین المللی در مورد اقوام و مذاهب مختلف و فشاری که بر آنها در خاورمیانه هست برگزار میشه. فرانسه و اردن مشترکاً این نشست رو مدیریت میکنند. پاریس، تلویزیون ایران فردا. هاینز فیشر، نخستین رئیس جمهوری یک کشور اروپایی که طی بیش از یک دهه گذشته به ایران سفر کرده، میگوید به دنبال ساختن پلی ارتباطی با تهران است و همزمان طرح مسائل حقوق بشری را نیز پیگیری خواهد کرد. آقای فیشر روز 16 شهریور ماه همراه یک هیئت از مقام‌های عالی رتبه وارد تهران شد. بنابر آنچه دفتر ریاست جمهوری اتریش اعلام کرده، او قرار است با رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کند. آقای فیشر پیش از سفرش در گفتگویی با یک شبکه اتریشی گفته است: اتریش مهد گفتگوست. ما از خشونت دوری می‌کنیم. می‌خواهیم پلی بسازیم و از هر بختی برای کاستن از تنش‌ها و پیام رسانی فضایی که آینده‌ای بهتر را نوید دهد استفاده کنیم. او افسوده است در سفر 3 روزه خود موضوع حقوق بشر را نیز در دیدارها و گفتگوهای خود مطرح خواهد کرد. سفر مقامی بلند پایه در سطح رئیس جمهوری یک کشور اروپایی به ایران طی بیش از یک دهه گذشته بی سابقه است. هاینز فیشر در پی توافق اتمی 23 تیر ماه میان ایران و 6 قدرت جهانی به تهران سفر می کند. دیدارهای واپسین که در نهایت به توافق میان 7 کشور انجامید در وین پایتخت اتریش انجام شد.
سفر آقای فیشر به ایران با انتقاد کنگره یهودیان اروپا روبرو شده است. خبرگزاری رویترز از قول معاون رئیس این کنگره نقل کرده است، رئیس جمهوری اتریش در ایران دست قاتلان را خواهد فشرد. یکی دیگر از گروه‌های ضد جمهوری اسلامی در اتریش نیز از این سفر و دیدار مقام اتریشی و آیت الله خامنه‌ای انتقاد کرده است. از سوی دیگر سباستیان کورتز وزیر خارجه اتریش پیش از سفر هیئت آن کشور به تهران در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفت در تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، گردشگری و موسیقی امکان زیادی برای همکاری بین دو کشور وجود دارد. به گفته وبسایت سفارت ایران در وین، روابط دو کشور که آغاز آن به دوران صفوی باز می‌گردد، سابقه ای طولانی و مستحکم دارد. رئیس جمهوری اتریش پیش از سفر به تهران در یادداشتی که در روزنامه دولتی ایران منتشر شد، ابراز امیدواری کرد که پس از پایان مثبت گفتگوهای هسته‌ای، راه حلی نیز برای درگیری‌های خونین سوریه، عراق و یمن پیدا شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک کنفرانس مطبوعاتی با تاکید بر اینکه مشکل سوریه از طریق سیاسی قابل حل است، دوباره حمایت ایران از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را مورد تاکید قرار داد. آقای ظریف گفت فقط مردم سوریه حق تصمیم گیری دارند و کسانی که در مورد رئیس جمهوری سوریه طی 2-3 سال گذشته شرط و شروط قائل شدند، باعث شدند که جنگ در سوریه ادامه پیدا کند. جمهوری اسلامی ایران به تایید مقام‌های سیاسی و نظامی این کشور نقشی پررنگ در حمایت از رژیم بشار اسد در بحران کنونی سوریه دارد. آقای ظریف از کشورهای خارجی خواسته هرچه زودتر به خودخواهی‌های معطوف به دخالت در امور سوریه خود را کنار بکشند و تصمیم را به مردم سوریه واگذار کنند و اجازه دهند مردم این کشور از طریق نهادهای قانونی به ابزارهای موجود راه حل صلح، آشتی، حکومت وحدت ملی و مراجعه به آرای عمومی را پیگیری کنند. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی پیوسته حمایت خود را از بشار اسد اعلام کردند و تداوم حکومت او را خط قرمز جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند. آیت الله خامنه‌ای نیز بارها حمایت ایران از بشار اسد را مورد تاکید قرار داده. برای ایران سوریه حلقه ارتباط با حزب الله لبنان و دولت عراق است و از دست رفتن آن در کمربندی که از عراق تا دریای مدیترانه در ساحل لبنان ادامه پیدا می کند و نیز در همسایگی اسرائیل ضربه‌ای به عمق استراتژیک ایران تلقی می شود. جمهوری اسلامی ایران در بحران پناهجویی اخیر که بخشی از منشأ آن در بحران سوریه است، مسئولیتی برای خود قائل نیست. تحریک هم‌اکنون ایران برای حل بحران سوریه ارائه کرده، گرچه این بار بر تغییر قانون اساسی و ادغام مخالفان در روندهای سیاسی تاکید دارد، اما برای اسد نیز این حق و اختیار را قائل است که کماکان در صحنه حضور داشته باشد و در انتخاباتها شرکت کند. سایر طرف‌های درگیر در سوریه، چه در منطقه و چه در غرب، گرچه تأکید اولیه بر رفتن اسد به عنوان پیش‌شرط هر گونه راه حل سیاسی را کنار گذاشتند، اما رفتن او در پایان هر پروسه سیاسی را همچنان مورد تأکید قرار می‌دهند. با این همه روسیه همچنان مانند ایران حامی پروپاقرص بشار اسد است. روز دوشنبه 7 سپتامبر وزارت خارجه روسیه در بیانیه برخی گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره تغییر موضع مسکو درباره آینده اسد را تکذیب کرد. حوزه نفتی جزل در سوریه به نظر میرسه به اشغال داعش در اومده. این خبری است که دیدبان حقوق بشر سوریه واقع در لندن روز دوشنبه منتشر کرده. اشاره شده حوزه نفتی جزل آخرین حوزه نفتی بوده که تحت حاکمیت رژیم بشار اسد بوده و با تصرف این حوزه نفتی عملا دست دولت بشار اسد از منابع نفتی سوریه قطع شده. این حوزه نفتی در شمال غرب شهر تدمر قرار داره، روزانه 2500 بشکه تولید داره. البته اشاره بکنم تولید روزانه نفت در سوریه از سال 2011 که ناآرامی‌ها در این کشور آغاز شده حدود 90%
کاهش پیدا کرده و همکنون به حدود 9000 بشکه در روز رسیده که بخش زیادی از این کمبود رو ایران از طریق خط اعتباری که در اختیار رژیم اسد قرار داده تامین میکنه. درگیری ها در اطراف این حوزه نفتی البته ادامه داره و نیروهای دولتی سوریه در تلاش هستند تا بار دیگه تسلط این حوزه نفتی رو به دست بگیرن. اما در ترکیه خشونت ها و درگیری پکاکا با ارتش ترکیه ابعاد گسترده تری به خودش گرفته. روز گذشته ستاد مشترک ارتش ترکیه اعلام کرده در حمله دو روز پیش نیروهای پکاکا در منطقه داغلیجای استان هاکاری 16 نظامی ارتش ترکیه کشته شدند و 6 نفر نیز زخمی شدند. در پی این حمله که بزرگترین حمله پکاکا در طی 2 ماه اخیر هستش، بلافاصله آقای داوودوغلو در جلسه شورای امنیت ملی با مسئولان امنیتی و نظامی موضوع رو مورد بررسی قرار داد. همینطور تماس تلفنی رو با ایشون با حلوسی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه داشته و جنگنده های ترکیه هم در اقدامی تلافی جویانه 13 نقطه از مواضع پکاکا رو بمباران کردن. حتی با تشدید اوضاع کمال قلیچدار اوغلو رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت هم از آقای داوودوغلو نخست وزیر وقت ملاقات خواسته تا شرایط بحرانی این روزها رو مورد بررسی قرار بدن. باید دید در این ملاقات رهبر حزب مخالف چه پیشنهاداتی رو به دولت ارائه خواهد کرد. به نظر میرسه پکاکا راه سختی رو انتخاب کرده، حمله به غیر نظامیان و یا حتی نظامیانی که بخشی از اونها سربازان وظیفه هستن در دراز مدت تأثیر منفی در میان افکار عمومی به جا خواهد گذاشت. حالا جدا از این تنش ها، تنش سیاسی در میان احزاب هم پیش از انتخابات کمی بالا گرفته. از جمله حزب حرکت ملی یکی از اعضای مهم خودش رو از این حزب اخراج کرده. طغرل ترکش عضو حزب حرکت ملی که برخلاف تصمیم حزبش به کابینه موقت آقای داوودوغلو پیوسته و در این کابینه به سمت معاونت نخست وزیر هم رسیده، با اقدام تنبیهی حزب خودش حزب حرکت ملی مواجه شده و از این حزب کنار گذاشته شده. اشاره بکنم طغرل ترکش پسر آلبرسلان ترکش هستش که پایه‌گذار حزب حرکت ملی و جنبش ملی گرایانه ترکیه بوده، اما گویا نادیده گرفتن اصول این حزب امری نابخشودنی است حتی اگر فرزند بنیانگذار آن باشی. یک مرکز نگهداری معلولان در کرج به دلیل اثبات شکنجه و اذیت و آزار معلولان پلم شده است. بنابر گزارشی که خبرگزاری مهر روز دوشنبه 16 شهریور منتشر کرده است، والدین تعداد زیادی از این معلولان از مدیر این مرکز شکایت کردند. در این گزارش با اشاره به گفته های والدین تعدادی از معلولان ذهنی و جسمی این مرکز و همچنین گزارش بازرسان، مواردی چون ضرب و شتم، سگ درمانی و زنجیر درمانی به عنوان نمونه هایی از شکنجه معلولان در این مرکز ذکر شده است. خبرگزاری مهر همچنین بدون ذکر نام تصویر گزارش سازمان پزشکی استان البرز درباره اصابت جسم سخت و چندین مورد خراشیدگی در بدن یکی از این معلولان را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش مادرخوانده یکی از معلولان به نام علی در سال 92 متوجه شده که فرزند خوانده‌اش را در این مرکز کتک زده اند، اما نتوانسته تخلفات رخ داده را اثبات کند تا اینکه در نهایت مدیر کل بهسیستی استان البرز با مشاهده فیلم‌های دوربین مدار بسته نصب شده در این مرکز به زنجیر کردن معلولان روی تخت و ضرب و شتم آنها پی برده است. به گزارش خبرگزاری مهر این مرکز چند ماه قبل پلم شده است. یک روانشناس که 1 ماه با این مرکز همکاری کرده است به خبرگزاری مهر گفت یک بار برای تعمیرات تخت ها را جمع کردند و بچه ها مجبور بودند تمام روز ایستاده باشند و شب هم به سختی بخوابند. من خیلی اعتراض کردم اما پاسخی ندیدم، برای همین استعفا دادم. مقامات سازمان بهسیستی هنوز به گزارش خبرگزاری مهر واکنشی نشان ندادند. در ایران مراکز خصوصی نگهداری معلولان با مجوز سازمان بهسیستی فعالیت می کنند.